خانم سوسن تسلیمی، من فکر نمی کنم احتیاج به معرفی داشته باشه، فقط همین که بگیم سوسن تسلیمی عشق است کافیه، ولی من چند تا خط نوشتم اینجا که بخونم. سوسن تسلیمی بازیگردان و کارگردان است و در خانواده بازیگر بزرگ شده است. پدرش خسرو تسلیمی تا سال 1387 که از دنیا رفت از بزرگترین تهیه کنندگان سینمای ایران بود. او در سال 1366 از ایران خارج شد و حدود 25 سال است که ساکن سوئد می باشد. سوسن تسلیمی فارغ التحصیل رشته بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و کار بازیگریش را با کارگاه نمایش و زیر نظر استاد آر بی اووانسیان. خیلی اسم است. پدر تئاتر مدرن ایران. آدم مهمی بوده با شویامانسیان. سوسن از سال 1357 با فیلمی از بهرام بیضایی به نام چریکه تارا وارد سینمای ایران شد. سوسن تسلیمی تنظیم نمایش و کارگردانی مجموعه صدای ایرانیان رو بر عهده داشته و امروز خوشحال هستیم که برای اولین بار همه اینها به جز کامبیز در کانادا و تورنتو هستند. من میگم مخصوصا این ما توی ایرانیان وایسس به صورت تمرکزمون نوشتیم روی دگرباش ها و مسئله زنان و به خصوص من خیلی راضیم از کاری که کردیم، از برنامه هایی که به صورت ضبط شد، چه شنوندگان سوئدی و چه ایرانی استقبال خیلی زیادی ازش کردن و مخصوصا رئیس رادیو زنگ زد، رادیو ملی سوئد زنگ زد و تشکر کرد از ماها، همه ما که این برنامه رو درست کردیم. گفتش که اینجوری ما خیلی نزدیک شدیم، واقعا میشه که صداهای ایرانیان بود، یه جوری خبر رو تو روزنامه خوندن یکیه، ولی اینطوری روبرو شدن، داستانها رو شنیدن، مخصوصا که خب همشون هم مستند بود، ما باهاش زندگی کردیم یا این شخصیت ها و درک دیگه ای رو، نزدیکتری رو پیدا کردیم. من فکر کنم این به اصطلاح مسئولیت هر کسی هست که کار هنری میکنه که به یک شکلی عکس العمل مسائلی باشه که تو اجتماع اتفاق میفته. مثالی هست که میگن آینه ای باشه برای اجتماع، بی تفاوت نمیشه موند. من سالهای سال در حدود 25 در سوئد زندگی کردم، کارام هم تقریبا به سوئدی بوده همش و خیلی خوشحال شدم که به صراحت مسمن سفر ثمر بودم و دین خودم رو به اندازه خیلی کمی ادا کردم. امیدوارم که بیشتر برنامه های ایرانی به زبان فارسی بتونم تو شرکت بکنم، چه با عنوان بازیگر یا کارگردان هنگی شد. و مرسی کامبیز جان که تو قبول کردی کار کنی، خیلی خوشحالم واقعا در کاری که با کامبیز کردیم. من یادم که 2 ساعت تمام این داستان خیلی منو تحت تاثیر قرار داد، مخصوصا داستان رضا، برای اینکه چه در سوئدیش، من یادم که وقتی ضبط کردیم میکایل تکنیکر که کار تکنیکی منو میکرد، من معمولا تحت تاثیر موقع کار قرار نمیگیرم، سعی کنم احساسات رو از منطق و اینا جدا کنم که بتونم کار رو انجام بدم اینا، ولی اینجا نمیتونستم. یه برگشت بگه که به من گفت عشق چشت پاره شده، چی شده؟ سعی کنم خودم نگه دارم نبینه، گفتم هیچی. بعد خیلی آدم تحت تاثیر قرار میگیره و همچنین فارسیش که کامبیز واقعا خوب کار کرد. ما دو ساعت فقط حرف زدیم در اصلا راجب هوموفوبی، در راجب اصلا مسائلی که دیگر باهاش درگیرن، بالاخص در ایران خیلی حرف زدیم و برای اولین بار من با بازیگری کار کردم که از اول تا آخر توی یه برداشت و یه تک گرفت، قطع نکرد. بعد از اون یعنی کامبیز که کمدیانه و مخصوصا کمدیانه ها جنبه های خیلی تاریک دارن در وجودش، واقعا میگم خیلی دارک با قول اینجا که میگم، و به طنز گرفتن برای اینه که بتونن اون جنبه ها رو پنهان کنن، ولی خودشون رو آشکار میکنن.
و کامبیز هی میگو بخو من کمدیانم، من یه جوری کار کنم این وحشتناکه. اصلا حالش خیلی من حس میکردم یه جوریه، هی میخواست اولش با شوخی کنه، یه زنی با شوخی، بعد یه مرتبه رفت واقعا از اول تا آخر این کاملا رفت و در یک برداشت آخر گرفت. بعد که من با اومدم سوئد با مثلا متریالی که داشتیم ضبط کردیم اومدم پیش میکائیل که خودی سوئدی و فارسی هم نمیفهمه، همیشه هم عزا میگیره که بخواد اینا رو ادیت کنه، صدا گذاری کنه فارسی ها رو، که من گفتم نه اینجا که گفت و اینجا قیچی کن، نه اونجا که گفت میرم دیگه فارسی هم یاد که میرم، نه میمشو تو بریدی میر شده میرم، اصلا بس گفت آی یک فارسی دیگه، گفتم نه این از اول تا آخر یه سره گفته، قطع نکرده، ما برداشت متفاوت نداریم. حالا آخه تو خیلی الان تعریف کرده، گفتم به هر پس بدم که بعدا نگه تو جوان تو چه ریچی نگفتی رو من باشه سحنه میاد شکایم به هر حال به همون غرض میریم. به هر حال بخواب در مورد هوموفوبی بگم که من این هوموفوبیا رو تا حدودی نداشتم، باید بگم که همه دارن، همه اونایی که به هر حال اطلاع ندارن دانش ندارن کمابیش دارن، دروغ دروغه که بگیم که مثلا اصلا نداشتم، ولی من دیگه اونقدر که حالا کامبیس تعریف کرد یا ممکنه برای کسی که باشه نباشه، علتش هم این بود که خب ما در سالهای من از کامبیس خیلی بزرگترم و در سالهای قبل از انقلاب بودیم و کار تئاتر میکردیم، در کار تئاتر تجزیه تحلیل های نمایشنامه ها یک آزادی دیگه میداد به اصطلاح که ما و هم که سفرهایی که به خارج میکردیم، هنرمندایی که خارج میومدن ما میرفتیم، با محیط های آزادتری ما در ارتباط بودیم و این مسائل راحت در محیط های تئاتر ما مثلا مطرح میشد و مشکلات همیشه بود برای دگر باش ها در ایران، ولی به این صورت نبود که بگیرن مثلا زندان کنن اعدام کنن این بلا ها سرش میاد، یه قانونی بود که حمایت میکرد. من تو گروه تئاتری که کار میکردم بودن همکاران من که هم جنسگرا بودن و ما اصلا مسئله نبود برای ما، ما وقتی کار میکردیم موقع چه کارگردان بود چه بازیگر بود طراح بود هرچی بود، این اصلا مسئله مثل آدم با هم رفتار میکردیم، هر روز نمیمدم که وای وای اینجا یه داره یه دگر باش میاد تو وای مواظب خودم باشم، مثلا اصلا اینطوری نبود به عنوان انسان رفتار میکرد و این باعث میشد خب آدم یه شکل دیگه با مسئله ارتباط پیدا بکنه. همجورم که کامبیز گفت مسئله نداشتن اطلاعاته، مسئله که ما همیشه از میترسیم از کسی که مثل خودمون نیست، یک جور دیگه از تهدید به نظر میاد، تهدیدش هم اینه که هویت خودمون رو مورد سوال قرار میدیم، یعنی هویت من مورد سوال قرار میگیره، از یک میترسم یک احساساتی در من برانگیخته بشه، در صورتی که من با یک فرض مثلا با یک خانم همجنسگرا روبرو بشم فکر نمیکنم این خانم همجنسگرا الزاما بخواد با من یک روابط عاشقانه برقرار بکنه، حالا که مثلا من هترو هستم فکر نمیکنم که مثلا همکاران من که الان اینجا نشستن نظراتی به من دارن، همکاران من هم باید به محض این که یک آدم خیلی نزدیکی به من که بعدها اسمش خواهم آورد همیشه میگفتش که من تا یه جایی مثلا میگم همجنسگرام زود متاسفانه فکر سکس میکنم، میگم این وحشتناکه چون ما مثل آدم معمولی هستیم، ما زندگی داریم، مگه که آدمایی که مثلا نیستن صبح تا شب سکس تو کلشونه، خب من مثلا دارم کار زندگی میکنم، تو مثلا به یکی میگم یه جوری نگاه میکنه که مثلا من حالا مثلا بمب سکسم خب این کلافه میکنه. بعد تبدیل خانمی هم بود، تبدیل شده بود اصلا میشه آدم خیلی چیز خشن اگرسی، اصلا میگفتم چرا دیگه با آیون دعوا میکنی، برای اینکه میگفت من تو اینو میگم میدونم تو ذهنش چیه، یه جور دیگه به من نگاه میکنه، البته خب اونم شاید اونم تأثیر خودش بود. به هر حال بگذاریم، نداشتن اطلاعات براتون بگم، مثلا یک کسی که خب هم زبان ما با زبان متولد میشیم، با زبان فکر میکنیم، با زبان تجزیه تحلیل میکنیم، متاسفانه زبان فارسی بلخص تو سوئدی نداریم، حالا این چیزا رو کمی حل کردم تو انگلیسی حالا ندارم نمیدونم چون قبل وارد نیستم ولی حالا سوئدی، ولی زبان ما پر از فحش و توهین و وحشت از همجنسگرایان و اصلا دگر اندیش دگر اندیشان که بله بله که هیچی دگر باشان هست، پر این
مثلا پیش قضاوت ها هست و توهین ها هست یا زبان ما فکر میکنه مثلا خب منشأ خانواده پدر مادر بچه و هر کسی که عاشق هم شد باید بچه درست بکنن. امروز عوض شده، خانواده شکل دیگه‌ای داره، خانواده اون شکل خانواده هسته‌ای نیست، مرد زن بچه میشه، مرد مرد بچه باشه یا زن زن بچه باشه یا که اصلا بگه بچه نمیخواد. عشق مهمه در وهله اول. اینه که مثلا میگن آقا زن گرفت، میشه که آقا مرد گرفت یا خانوم شوهر کرد، میشه که خانوم زن گرفت. همه اینا رو میشه عوض کرد، این چیزا رو میاره وارد زبان کرد. مثلا در سوئدیم که فلانی ازدواج کرد، نمیگیم شوهر کرد، مثلا نداریم، یا زن گرفت نداریم، که ازدواج کرد. و مثلا وقتی ازدواج میشه، میشه بین مرد یا زن باشه، یا مرد و مرد باشه، یا زن با زن باشه. سوالیته یا آدم پیچیده است. آدم ها وقتی که مرد به دنیا میان الزاماً معلوم نیستش که بعدها که بزرگ شدن که عاشق یه زن بشن، اصلا معلوم نیست. و همینطور هم زن ها که به دنیا میان، چون زن میان فیزیک یک زن رو دارن، اصلا معلوم نیست. یک پیچیدگی های خیلی خیلی چیزی داره، از نظر بیولوژیکی، از نظر استرار روحی، از نظر هویت جنسیت و هویت سکسوالیتی کاملا با هم فرق داره، هیچ نمیشه. بنابراین من هنوز که مثلا یه بچه رو مثلا میبینم بهش میگم تو دوست مثلا پسره، میگم دوست پسر داری، دوست دختر داری، هیچ وقت الزاما نمیگم اگه پسره میگم که دوست دختر داری یا نداری. و مسئله این که بود که در مورد من فرق میکرد. من به این آگاه بودم که یک آدم که یک جنسیت به اصطلاح همجنسگراست با یا دیگر باشه، با سه تا مسئله خیلی 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 این درگیره. یکی که مسئله با خودشه که مطرح کنه آیا واقعا من این چه حسیه، چون میگفت من همش احساس گناه میکردم، فکر میکنم یه اشکالی در من هست و سعی میکنم خیلی زن و خیلی یه جور دیگه باشم، خودم نبودم، تا این مسئله رو حل کنه، با خودش اعتراف کنه، بهش خودش قبول کنه هستم و افتخار کنه بهش. و مسئله دوم اینه که با پدر و مادرش، چون پدر و مادر خیلی خیلی مهمه، یعنی پدر و مادر باید حمایت کنن، باید بچه‌هاشون رو بفهمن. اگه که خشونت به خرج بدی رضا، حالا شاید اشتباه میکنی، حالا توی چیز هستی، آیا مطمئنی؟ گوش باید بدن به بچه‌هاشون و احساسات اون بچه رو به اصطلاح جدی بگیرن. چون مسئله عشق، مسئله یک تمایل عاشقانه است. همونطور که به من نمیتونی بگی مثلا عاشق چمنم آقای ایکس نشو، نمیتونیم به دختر بگی عاشق این نشو، عاشق اون بشو، ما تو این دوره زندگی نمیکنیم. و مسئله اینکه مسئله جدیدی نیست، بعضی وقتا میگه حالا مدرن شده، حالا همه مد شده که لزبیان بشه، من اینا رو شنیدم که میگفتن بوده از قدیم و ایام در اشعار، پر در اشعار مثلا زبان فارسی، فقط تو زبان معمولی روزمره فارسی فوشا و تو اینها هست، تو ادبیات فارسی نیست، تو اشعار فارسی نیست. واقعا این عشق ها مطرح شده، ما در روز باهاشون فوش و تو و فوشایی که میگیم، توهینایی که میکنیم، میگیم نه هممونه بر اساس واقعا وحشت های ترس هایی که داریم، همون هوموفوبی. و مسئله که بعد از حالا با پدر مادر مشخص شد که بسیار مهمه برای بچه، مسئله سوم مسئله جامعه است که تو خجالت نکشی و مدام مجبور نباشی هر روز توضیح بدی به خاطر یه مسئله که خصوصی مربوط به خودته، خودت انتخاب توی که با کیو دوست داشته باشی و باهاش باشی. و مسئله هیچ کس نیست، it's your business، به هیچ کس ربطی نداره. این رو باید بپذیرن و اگر جامعه امانت بده، پدر مادر بدن و خودم بپذیر، ما خیلی خیلی جلوتر میریم. من واقعا حالا نمیدونم پدر مادرها اینجا هستن میدونن این مسئله رو برای بچه‌شون، یا اینکه اصلا همچین مسئله نیست یا نمیدونن یا هر چیز. به هر حال همه شما که اینجا هستین خیلی خیلی مهمه که با این مسئله به صورت یک چیز نرمال، به صورت ماهایی که مثلا نرم اصلا وجود نداره، برای اینکه تنها چیزی که در طبیعت وجود داره پیچیدگیه، همونطور که گیاهان پیچیدن، حیوانات پیچیدن، ما حیوانات همجنسگرا داریم، پیچیدگیه، پیچیدگی ها رو باید بپذیریم. انسان ها مرد زن اینطور به دنیا نیومدن، پیچیدگی ها پذیرفته بشه و اون چیزی که برای کمک خواهد کرد دانش، اطلاعات و بحث و صحبت آزاد، پنهان نباشه، تابو نباشه، شرم و خجالتی در این مورد نیست. عاشق شدن شرم نداره، نفرت داشتنه که شرم داره و باید محکوم.